چین بعد از ایالات متحده آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان را دارد که خود یک نقطه قوت و امتیاز برای این کشور به شمار می رود. اما این مسئله باعث نمی شود که در برخی رفتارها و سیاستهایشان در تعامل با کارگران مورد انتقاد قرار نگیرد. سیاست کار اجباری چین در قبال کارگران مسلمان اویغور یکی از این رفتارهای مورد انتقاد است که تا کنون بارها و بارها از سوی کشورها سازمانهای بینالمللی و, و چهره های مختلف مورد توجه قرار گرفته است همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. گیریت کنجی شهروند ژاپنی از قوم اویغور است او طی اظهاراتی دولت مرکزی چین را به تبعیض و اعمال سیاست کار اجباری علیه مسلمانان چینی متهم می کند. وی همچنین ضمن متهم کردن دولت چین به نقض حقوق بشر مسلمانان اویغور از همگان میخواهد که از خرید کالاهای آلوده به کار اجباری چینی خودداری کنند او در این باره می با خودداری از خرید کالاهای چینی تا حد امکان می توانید به اویغورهایی که مجبور به کار هستند کمک کنید. گیریت کنجی در سال 2008 میلادی موفق به دریافت تابعیت چینی شد. اظهارات انتقادی وی در کتاب آقای کوتارو میورا منتقد ژاپنی که عضو انجمن اویغورهای ژاپن است بیان شده است. نام این کتاب اقدامهای دولت چین با اویغورهایی که تابعیت ژاپن را دریافت کرده اند می باشد. گفتنی جولای 2022 میلادی نیز آژانس بین المللی انرژی IEA با انتشار گزارشی اعلام کرد که سهم چین در تولید همه پنل های خورشیدی جهان به 80 درصد رسیده است. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد از این حجم حدود 40 درصد آن در شهر سینکیانگ تولید می شود. موضوع کار اجباری کارگران در این شهر یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین مشکلاتی است که گار کارگران اویغور در سینکیانگ با آن دست و پنجه نرم می کنند. لازم به ذکر است جوان 2022 میلادی ایالات متحده ای آمریکا با تصویب قانون ممنوعیت واردات کالا از سینکیانگ تلاش کرد با سیاست کار اجباری دولت چین علیه مسلمانان ایغور مقابله کند. در همین حال بر اساس گزارش های به دست آمده اتحادیه ای اروپا نیز در حال بررسی این موضوع است تا قوانین مشابهی در این باره را تصویب کند 22 دسامبر 2022 نیز کمیته مالی سنای ایالات متحده ای آمریکا اعلام کرد که تحقیقات خود درباره هشت خودروساز بزرگ ژاپنی، اروپایی و آمریکایی در مورد ارتباط احتمالی با کار اجباری در مناطق اویغورنشین را آغاز کرده است. فاطمه موسوی اخبار شیعه